بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمحققين فی کر وجد فیه نجاسة لا یعلم سبقها علی و وتأخرها همان طور که مستحضر هستید مرحوم شیخ رزوان الله علی مدعی شدن که در فیق فراعات زیاد را داریم که در اون فقه ها خصوصا فقه های قدیم بر اساس اصل مثبت فتوا داده و عمل کرده ان. این فتوا و عمل فقها نشان می دهد که از نظر آنها اصل مثبت حجت بوده است و الا معنا نداشت که بر اساس اصل مثبت نظر بدهند و فتوای شرعی را صادر بکنند بعد شروع کردن به یادآوری بعض فرا اولین فرعی که از مرحوم محقق و کسان قبل از محقق و بعد از محقق نقل فرمودن همون فرع بود مربوط به کتاب میراث که اگر مسلمانی دو تا فرزند کافر داشته باشد فوت بکند یک از فرزندانش یقینا در حال حیاتش اسلام آورده باشد اما فرزند دومش مشکوک باشد گرشان میدانیم که فرزند دوم تاریخ اسلامش در اول رمضان بوده است همچنانی که فرزند اول تاریخ اسلامش در اول شعبان بوده است مثلا اما نسبت به تاریخ فوت دقیق پدر دوچار شک هستیم البته می دانیم که بعد شعبان بود و یقینا فرزند اول در وقت حیات پدر اسلام آورد اما فرزند دوم چیگونه بود دوچار شک هستیم گفتیم استصحاب می کنیم بقاء حیات مورس را که پدر باشد تا زمان اسلام وارث یعنی فرزند دوم در نتیجه ارز کنم این پدر ما تک انوارسین مسلم که موضوع ایرس هست وقتی موتش از وارث مسلم باشد پس ترکه را باید دو تقسیم بکنیم نیصف مالی یک فرزند و نیصف هم مالی فرزند دیگر این در واقع ارز کنم خدمت با سعادت شما فتوای که آقایون این گونه دادهاند و بر اساس این فتوا حکم به تنصیف ایرس نمودن مبتنی بر اصل مثبت هست و چون اصل مثبت حجیت ندارد پس از نظر ما علی قایده این فتوا نباید حجت باشد ولی بعد اگر خاطر شریفتون باشد مرحوم شیخ در الا ان یوجه در صدد توجیه کلامین بزرگواران برآمد مقصود شیخ این بود که ما نباید موضوع ارث را موت المورس انوارس المسلم فرض بکنیم بلکه بگویم ارز کنم اسلام وارث در حیات مورث کفایت میکند همین که ارز کنم اسلام وارث در حیات مورث باشد در, در مثال ما اسلام فرزند فرزند دوم در زندگی پدر باشد برای تحقق ارث کفایت میکند اگر این باشد اون زمان ارز کنم استصحاب راحت هست چرا؟ به خاطر که اسلام آوردن فرزند دوم وجدانی هست ما میدانیم که فرزند دوم در اول رمضان اسلام آورد نسبت به حیات پدر شک داریم استصحاب میکنیم بقای حیات پدر را تا زمانی عرض کنم رمضان یا تا اول رمضان همین که عرض کنم تا اول رمضان ثابت بشود که عرض کنم پدر زنده بود بودن یا عرض کنم لازم مقارینش یا لازم عقلیش این هست که پس عرض کنم فرزن حتما مسلمان بوده است پس ارث باید مترتب بشود در واقع اگر این توجیه را بپذیریم گو این که شیخ میخواهد فرار بکند که پس اصل مثبتی در کار نبوده است پس این نمونه ای اول را که ما به عنوان نقص بر این بزرگواران آوردیم نقص تام تمامی نیست البته اگر دقت بکنیم حقیقت آن است که اینجا هم اصل مثبت هست وقتی شما استصحاب میکنید بقاء حیات پدر را تا اول رمضان یا لازم ارز کنم مقارینش مقارین یا لازم اتفاقی یا لازم عقلیش این هست که ارز کنم پس حتما این فرزند در زمان حیات پدر قبول اسلام کرده است خب این هم ارز کنم همون لازم هست اثرش این هست که پس باید ایرس را پرداخت بکنیم البته چیزی که هست ممکن است کسی بگوید اینجا عرض کنم خدمت با سعادت شما واسطه خفی هست وقتی واسطه خفی باشد اصل مثبت از نظر شیخ اشکالی ندارد و بعدا خواهد آمد بنابر این میتوان این گونه جمع بندی کرد که از نظر این بزرگواران نه اینکه اصل مثبت مطلقا حجت باشد بلکه در مواردی که واسطه خفی باشد اصل مثبت را پذیرفته‌اند و چنین اصل مثبتی از نظر بسیاری از متأخرین از جمله خودی مرحوم شیخ هم قابل قبول هست بنابراین به صورت روشن و آشکار نمیتوان به قدما و این بزرگواران نسبت داد که واقعا معتقد به اصل مثبت بودند چون استصحاب را از باب افاده زن حجت میدانستند این تمام بحث در فر اول بود که به خاطر یادآوری و تکمیل محضر شما عزیزان عرض شد اگر خاطر شریفتون باشد شیخ عرض کنم توجه را که انجام دادن یعنی در واقع خواستن این صغرا یا این مسئله را از اصل مثبت خارج بکنن استشهاد کردن به فرع دیگری عرض کنم از شرائع که ظاهرا فعبارت فرع را در درس قبلی خدمت شما خواندیم که لو مات المسلم عن اسنینین فتصاد قالات قدم اسلام احدهما علا موت الاب ودع الآخر مثله ف انکر اخوه ف قول المتفق عليه متفق یمینه انهو لا یعلم على تقدم اسلامهیک مع یمینه انه لا یعلم ان اخواه اسلم قبل موت ابیهی در این فرع که مشابه این فرع هست با یمین حکم به نفع برادر اول شده است با اینکه اونجا هم میتوانیم استصحاب حیاد پدر را جاری بکنیم این نشان میدهد که عرض کنم خدمت با سعادت شما فتوا بر اساس اصل مثبت نبوده است و الا اگر این بزرگواران اصل مثبت را میپذیرفتند خب در اون فرعی که قبل از این فرع هم باید اصل مثبت را قبول می‌کردند این که اونجا بر اساس یمین عرض کنم حق را به برادر اول دادند و کل ترکه را به او برگردانده اند این خود نشان میدهد که اصل مثبت از نظر این بزرگواران حجیت ندارد این تمام بحث مراجع به این فرع فرع دومی را که باز عرض کنم مرحوم محقق در معتبر گروه بعد از محقق مثل مرحوم شهید اول مثل علامه هلی و دیگران متعرض شده است راجع به آب کور است که در اون آب کور نجاست یافت بشود حتما برای شما سروران و عزیزان روشن هست که آب اگر قلیل باشد به مجرد ملاقات با نجیس نجیس می شود اما اگر آب کور باشد با ملاقات با نجیس نجیس نمی شود مگر اینکه رنگ و بو یا مزهش دچار تغییر بشود حالا اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما آبی داشته باشیم به اندازه کور که در این آب نجاست را ببینیم ولی از طرف دیگر ارز کنم خدمت با سعادت شما از جهت حالت سابقه اینجا هم عدم رویت داریم و هم عدم ملاقات با نجاست به عبارت دیگر ما میدانیم که این آب قبل از چند روز کور نبود یا ملاقات با این نجاست ارز کنم قبل از چند روز نبود چون ارز کنم این نجیس را فعلا من در این آب دیدم در هر صورت بعد از مدتی هر دو محقق شده است هم ملاقات محقق شده است که من وجدانا میبینم در این حوز فعلا نجاست هست و هم عرض کنم کریت محقق شده است که فعلا باز وجدانا روی اندازه و تخمین ملاکی که داریم مثلا اندازه حوز علائمی که در حوز گذاشتیم همگی نشان میدهد که این آب به اندازه کوره هست خب در چنین حالتی یک شک برای ما پیدا می شود که آیا افتادن این نجیس در این آب قبل از کریت بود در نتیجه آب نجیس شده است فعلا هم نجیس هست یا بعد از کریت بوده است و در نتیجه چون رنگ و بوم از اشت و شار تغییر نشده است این آب همچنان محکومی به باقی و پاکی هست این مسئله است که ارز کنم خدمت با شما اینجا مطرح شده است توسط این بزرگان از باب مقدمه یادآوری بکنم که اگر هر دو تاریخش معلوم باشد مثلا ما بدانیم که هر دو در تاریخ دوازدهم مثلا ارز کنم هم آب تبدیل به کور شد و هم ارز کنم در سیزدهم ملاقات واقع شد یا در دوازدهم ارز کنم آب تبدیل به کور شد در یازدهم ملاقات واقع شد اگر تاریخ هر دو معلوم باشد که جای بحث نیست حکم مسئله روشنه و اگر تاریخ یکی هم معلوم باشد باز از محل بحث ما خارج هست بحث ما در جایی است که تاریخ تبدیل هر دو برای ما مشهول هست این که چه وقت آب تبدیل به کور شد این که چه وقت ملاقات واقع شد هیچ کدام برای ما معلوم نیستند ولی از طرف دیگر فعلا میدانیم که هم ملاقات حاصل شده است چون وجدانن می بینیم و هم علما میدانیم که این آب فعلا به اندازه کور هست در چنین موردی که هم علم سابق بعد از کریت و هم علم سابق به عدم ملاقات با نجاست داریم و هم فعلا علم به کریت و علم به ملاقات با نجاست داریم در چنین وضع سرنوشت این آب چه می شود آیا این آب ما پاک هست یا نه خیر آب ما نجس شده است این سوال است که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علی جوابش را عرض کنم از قول بزرگان نقل کنند بر اساس فرمایش این بزرگان اینجا دو تا اصل جاری می شود و هر دو اصل هم با هم تعارض دارن مستحضر تعارض مال وقت است که حجت مقتضی داشته باشد و چون هر دو اصل یا هر دو استصحاب ما اینجا مثبت هستند حکم به اجرا و تعارض این دو اصل نشان میدهد که از نظر این بزرگواران هر دو استصحاب اینجا جاری بوده اند با اینکه این, ها اصل مثبت هستند مثلا شما میفرمایید استصحاب میکنم عدم کریت را قبل از ملاقات سابقا این آب کور نبود حالا عرض کنم شک دارم که قبل از ملاقات کور شد یا نه استصحاب میکنم عدم کریت را تا قبل از ملاقات در نتیجه عرض کنم خدمت با سعادت شما پس وقت استصحاب بکنیم عدم کریت را قبل از ملاقات معنایشان است که کریت ما بعد از ملاقات حادی شده است خب اثر شرعی دارد که آب ما نجیز هست یا اگر استصحاب عدم را ببریم در ملاقات بگوییم استصحاب میکنیم عدم ملاقات را ارز کنم قبل از کریت پس ملاقات ما چی بوده است؟ اثرش این است که بعد از کریت بوده است وقت ملاقات بعد از کریت باشد پس آب ما محکوم به تهارت هست که می شود اثر شرعیش اینجا با این که هر دو استصحاب مثبت هستند این بزرگواران حکم به تعارض کرده اند این حکم به تعارض نشان می دهد که از نظر آنها اصل مثبت حجت هست این ماحصل سغرای دوم یا عرض کنم نمونه دوم هست و منها از جمله اون مواردی که بسیار از قدما و متأخرین به اصل مثبت عمل کرده ان ما موردی است که ذکر نمودن اون مورد را گروهی از باب مطابعت برای محقق هلی در معتبر فرع قبلی در شرایع بود فرع دیگر ارز کنم در معتبر هست که باز اثر محقق هست این جماعت هم کسانی مثل علامه حلی شهید اول و فاضل هندی و دیگران هستند خب فرع را که عنوان کرده است این است که فی کرین در آب کر کیافت شده است در اون آب نجاست که لا یعلم دانسته نمی شود سبق اون نجاست بر کریت یا تأخر اون نجاست از کریت اگر مؤخر باشد که باز محکومی به تهارت خواهد بود این آب پس عرض کنم خدمت با سعادت شما اینجا این مثال ما مسبوق به دو تا امر عدمی است که عدم کریت و عدم ملاقات با نجاست باشد این دو تا عدم بعد از مدت هر دو وجودی شده است عدم ملاقات تبدیل به ملاقات عدم کریت تبدیل به کریت ولی این که در چه تاریخ دقیقا این تبدیلی صورت گرفت نسبت به هر دو هم نسبت به عدم ملاقات و هم نسبت به عدم کریت نمیدانیم جهل داریم چون تردید داریم لذا عرض کنم خدمت با ساده شما نوبت می شود به شک می گویم اصل عدم کریت قبل از ملاقات اصل عدم ملاقات قبل از کریت هر دو برای خود ارز کنم لازمه عقلی دارن بعد از اون لازمه عقلی نوبت به اثر شرعی می رسد اینجا حکم به تعارض شده است خب تعارض فرع مقتضی داشتن هست فرع حجیت هست این خود نشان می دهد که از نظر این بزرگواران اصل مثبت حجت بوده است لذا می فرماید فین نهم به درستی که این حکم کرده به این کیست عدم کریت قبل از ملاقات با آب راجع هست به استصحاب عدم مانع معنایشان است که ارز کنم استصحاب بکنیم عدم مانع از انفعال را در وقت وجود مقتضی برای اون انفعال مقتضی ارز کنم برای انفعال هست ولی عرض کنم خدمت با سعادت شما با استصحاب یک عدم مانع وقتی استصحاب بکنیم عدم کریت قبل از ملاقات را اش آن است که حدوث کریت بعد از ملاقات بوده است پس در نتیجه عرض کنم آب نجه شده است فانهم فا به ان استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات که راجع هست به استصحاب عدم مانع از انفعال در وقت وجود مقتضی برای اون انفعال یعنی مانع نیست مقتضی که ملاقات باشد هم که قطعا محقق هست پس آب ما نجیس هست این اصل یا این استصحاب عدم مانع معارض هست به استصحاب عدم ملاقات عدم ملاقات آب با نجیس قبل از کریت پس در نتیجه این ملاقات با نجیس بعد از کریت بوده است و چون تغییر رنگ و بو و مزم شاهده نمی شود پس آب ما محکوم به پاکی و تهارت هست تهارت و حلیت آب فرع عرض کنم خدمت با سعادت شما ملاقات و عدم ملاقات هست اینجا بازم عرض کنم خدمت با سعادت شما استصحاب جاری شده است و البته هر دو استصحاب با هم تعارض دارند ادعای شیخان است که فرمایش این بزرگواران به این معنا که هر دو اصل جاری می شوند و در عین حال هر دو تعارض دارند این خود نشان میدهد که عرض کنم خدمت با صادر شما استصحاب مثبت یا اصل مثبت از نظر این بزرگواران حجت بوده است این تمام بحث تا اینجا بعد در ادامه مرهم شیخ می‌فرماید ولا یخفا شیخ می‌فرماید که این تعارض را که مطرح اند چندان دقیق به نظر نمی رسد لذا هست که شیخ اینجا تحلیل و بررسی خودش را از این مثال برای ما ارائه می کند که یک مقدار دقیق است دقت بفرمایید ولا یخفا شیخ میفرماید مخفی نیست این که ملاقات در ما نهنفی معلوم هست ما با چشم سر وجدانن نجاست را در آب می بینیم پس ملاقات با نجیس حاصل شده است خب حالا بحث در این است که ارز کنم برای حکم به نجاست چی لازم هست آیا ارز کنم برای حکم به نجاست احراز قلت لازم هست یا ارز کنم که عدم کریت هم کافی هست لذا هست که میفرماید اگر باشد لازم و شرط در حکم به نجاست آب احراز و اثبات وقوع اون نجاست در زمان قلت یعنی بگویم ارز کنم خدمت با سعادت شما قلت شرط هست نه عدم کریت مثلا اگر این باشد در این صورت اگر لازم باشد در حکم به نجاست احراز وقوع نجاست در زمان قلت و الا اگر احراز صورت نگریفت پس اصل چی هست عرض کنم خدمت با سعادت شما عدم تأثیر ملاقات نجیس هست زیرا که عرض کنم استصحاب وقوع در زمان استصحاب وقوع در زمان قلت را ثابت نمیتواند لذا فرمایید اصل عدم تأثیر هست به خاطر این هست که وقت ما استصحاب بکنیم عدم ملاقات را قبل از کریت یا استصحاب بکنیم عدم کریت را قبل از ملاقات پس در نتیجه ارز کنم خدمت با سعادت شما حدوث کریت بعد از ملاقات بوده است اینکه حدوث کریت بعد از ملاقات بوده است تمام اینها نشان نمی دهد که پس ملاقات حتما در وقت قلت آب بوده است یعنی در واقع بر اساس این قول شرط اینجا مهرز نیست اگر باشد لازم در حکم به نجاست احراز وقوع نجاست در زمان قلت قلت آب و الا اگر در زمان قلت نباشد پس اصل عدم تأثیر این ملاقات در نجاست هست و چون قلت برای ما اینجا معلوم نیست قلت را نتوانستیم ثابت بکنیم که در زمان قلت ملاقات واقع شده است پس در نتیجه ارز کنم نجاست آب هم برای ما معلوم نیست می که اگر لازم باشد در حکم به نجاست احراز و قوی نجاست در زمان قلت لم یکن چون وچه نیست برای تعارض استصحاب دوم با استصحاب اول استصحاب دوم استصحاب عدم ملاقات قبل از کریت با استصحاب عرض کنم عدم کریت قبل از ملاقات اینجا عرض کنم که تعارض و چی ندارد چرا؟ به علت که اصل عدم کریت عرض کنم خدمت با سعادت شما قبل از ملاقات ثابت نمی کند بودن ملاقات را قبل از کریت و در زمان قلت اصل اول که اصل عدم کریت قبل از ملاقات باشد معنایشان است که پس کریت بعد از ملاقات بوده است اول ملاقات با نجیس حاصل شد بعد کریت آب حاصل شد خب اگر اول ملاقات حاصل شد بعد ارز کنم خدمت با سعادت شما کریت این ثابت نمی کند که اون آب پس حتما چی بود؟ قلیل بود مثلا ثابت نمی کند بودن ملاقات را قبل از کریت و در زمان قلت تا اینکه ثابت بشود نجاست بالاخره اصل عدمی کریت قبل از ملاقات فقط اثر مستقیمش این است که پس این ملاقات عرض کنم پس کریت بعد از ملاقات بوده است این می شود اثرش اما این که ارز کنم اون ملاقات در زمان قلت بود یا نه این قابل اثبات با این استصحاب نیست مگر از باب عدم انفکا که عدم کریت حین ملاقات از وقوع ملاقات در حین قلت اگر شما بفرمایید درس کنم در وقت ملاقات کور نبود اصل عدم کریت قبل از ملاقات را جاری بکنید خب در وقت ملاقات اگر کور نبود خب آب یا کور هست یا قلیل هست پس ارز کنم از لازمش این هست که اون آب قلت بوده است لذا فرماید مگر از باب عدم این فکاک عدم کریت در وقت ملاقات از وقوع ملاقات در وقت قلت مثل چی؟ مثل عدم این فکاک عدم موت حین اسلام برای وقوع موت بعد از اسلام مثلا وقتی شما ثابت میکنید که ارز کنم خدمت با شما اول رمضان که وقت اسلام آوردن پسر دوم باشد در اون زمان موت محقق نشده بود طرف زنده بود خب اگر طرف تا اول رمضان زنده بوده است پس معنایشان است که این مرگ حتما بعد از اسلام فرزند دوم بوده است که ارز کنم وقوع یک موت بعد از اسلام می شود از لازمه اون مستصحب در ما همین گونه هست شما وقتی استصحاب میکنید عدم کریت را قبل از ملاقات و در نتیجه میگویید کریت بعد از ملاقات حادث شده است خب پس در وقت ملاقات اگر کور نبوده است حتما قلیل بوده است از لازمش اون هست قضیه منفصله حقیقیه هست مثل زوجیت و اربعه اگر اربعه باشد که زوج حتما هست اینجا هم ارز کنم خدمت با شما اگر کریت در وقت ملاقات نبوده است پس لابد قلت بوده است آب حتما قلیل بوده است و در نتیجه عرض کنم خدمت با شما ثابت می شود خودیک وقوع ملاقات در زمان قلت وقتی ثابت شد وقوع ملاقات در زمان قلت پس ارز کنم خدمت با سادت شما باید حکم به با داشته باشیم و تعارض هم محقق می شود لذا هست که مرحوم شیخ رضوان الله علی در پایان می فرماید فف هم در این مسئله دقت بکنید که بله اگر ما از طریق ارز کنم لازم و ملزوم و عدم انفکاک جلو رفتیم خو هر دو استصحاب بر اساس اصل مثبت جاری می شوند وقتی هر دو جاری شد با هم تعارض میکنند و تساقط و مسئله بدون دلیل میماند باید از طرق دیگر اون مسئله را حل کرد در هر صورت ارز کنم که از نظر شیخ رزوان الله علیه این بود مورد دوم پس در مورد دوم همان طور که ملاحظه می فرمایید اصل عدم کریت قبل از ملاقات با اصل عدم ملاقات قبل از گردیت با هم تعارض دارند و چون هر دو اصل مثبت هستند این خود اصل مثبت بودن و ارز کنم تعارض فعلی نشان میدهد که از نظر این بزرگواران اصل مثبت حجت هست و الا اصلا نوبت به تعارض نمیرسید. این هم بود فرع دوم فرع سوم از آنجایی که نسبتا طولانی هست و وقت ما هم تقریبا رو به اتمام به همین مقدار در این درس اکتفا میکنیم بقیه رو در درس بعدی پیگیری خواهیم کرد ان شاء الله غفر الله لنا و لکم و علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <applause> صل محمد و آل محمد اللهم اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ